سلام، من بهرام هستم، 37 سالمه و حدود 10 ساله که ترکیه زندگی میکنم. اهل رشت هستم و قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم و حتی بهتر بگم خیلی قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم به عنوان یک مسلمان زاده مسلمان بودم. خیلی معتقد به اسلام و خیلی اهل برگزار کردن تمام اون آیین هایی که باید برگزار می شد، دعاهای مختلف، دعای کمیل، دعای ندبه، نماز شب، تمام نمازها سر وقت، روزه گرفتن، قرآن خوندن. ولی خب بعد از یه مدتی که اینجوری ادامه پیدا کرد دیدم که من هیچ چیزی از این ماجرا نمیتونم به دست بیارم، نه آرامشی میتونم داشته باشم، نه نزدیکی میتونم با خدا احساس بکنم و خب این منو خیلی اذیت میکرد. بعد شروع کردم یه کمی بیشتر مطالعه کردن، مثلا قرآن رو که میخوندم شروع کردم معنی آیات رو هم خوندن و بعد سوالهایی برام به وجود اومد و برای این سوالها هیچ وقت نتونستم جواب پیدا بکنم، به خاطر اینکه از کسانی که به قولی حالا به اصطلاح عالم دینی بودن وقتی که میپرسیدم یا جوابهای سربالا به من میدادن، جوابهایی که تهش خالی بود، یا اینکه به من میگفتن که برو توبه کن، نمیدونم این چه سوالیه داری میپرسی، و من رو میترسوندند از به قولی آتش جهنم و به قولی تهمت کافر بودن. بعد این مدتی ادامه پیدا کرد و من همچنان مطالعاتم رو ادامه دادم تا اینکه چند تا کتاب جدید به دستم رسید و شروع کردم اون کتاب ها رو خوندن. توی اون کتاب ها که بیشتر راجع به تاریخ اسلام بود من به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا این اون چیزی که باید باشه نیست و به تهی بودن و پوچ بودن اسلام پی بردم و فهمیدم که اصلا اسلام فقط یک دروغ بزرگه. این شد که تبدیل شدم به یک آدم دئیست، یا آدمی که هیچ دینی نداشت و فقط وجود خدا رو قبول داشت و میگفتم که خب من اگر که بخوام با خدا صحبت بکنم میتونم به زبون خودم به اون شکلی که دوست دارم با خدا حرف بزنم، خدا خیلی میتونه نزدیکتر از اون چیزی که من حتی میتونم فکر کنم یا احساس کنم به من باشه و دلیلی نداره که من برای ارتباط داشتن با خدا بخوام با واسطه یک چیزی یا یک کسی خواسته هام رو مطرح بکنم. خب برای اسلام کار سختی نبود، من مسلمون بودم، درس به قولی دین خونده بودیم توی مدرسه‌مون، همیشه تمام سالها کتاب دینی رو داشتیم، توی یه خانواده نسبتاً مسلمون زندگی کرده بودم، اطرافیانم همه مسلمون بودن، میشناختم اسلام رو و میدونستم که حالا که میخوام تحقیق کنم چجوری و از کجا باید تحقیق بکنم. ولی در رابطه با مسیحیت، در رابطه با یهودیت یا دینای دیگه واقعاً هیچ منبعی نداشتم و نمیدونستم باید چیکار کنم. این شد که یه مقداری رو آوردم به اینترنت، ولی خب اون موقع اینترنت مثل الان به شکل جامعه امروزی نرسیده بود، در نتیجه خیلی چیز به درد بخوری نتونستم توی اینترنت پیدا بکنم و توی رشت 3 کلیسا بود و من شروع کردم این کلیساها رو گشتم، ولی خب هیچ کس قبول نکرد که حتی در رو برای من باز بکنه، تا در نهایت یکی از کلیساها یه برادری اومد دم در، خیلی با چهره خندون و مهربون در رو برای من باز کرد، گفتش که ببخشید ما نمیتونیم اجازه بدیم که شما بیایید داخل به خاطر شرایط امنیتی که توی ایران هست و با توجه به این که ما داریم مرتب کنترل میشیم از طرف دولت و به قولی اطلاعات، اگر شما بخوای بیایید داخل هم برای شما هم برای ما مشکل ایجاد میشه، ولی اگر که سوالی داری، حرفی داری، کمکی میتونیم بهت بکنیم ما بگو، ما اون چیزی که از دستمون بر بیاد رو انجام میدیم.
گفتم که خب من میخوام بدونم، میخوام راجع به مسیحیت اطلاعات به دست بیارم، چطور میتونم این کارو بکنم؟ گفت من تنها کاری که میتونم برات انجام بدم اینه که معرفیت بکنم به یه کتاب فروشی که بری از اونجا یه کتاب عهد جدید بگیری و با اون کتاب عهد جدید، با خوندن اون کتاب عهد جدید خیلی چیزا رو خودت متوجه خواهی شد. گفتم اوکی، تشکر کردم. در نهایت رفتم کتاب رو گرفتم و شروع کردم مطالعه کردن. زمانی که این کتاب رو شروع کردم خیلی برام جالب بود. دیگه لازم نیست من به یه زبان دیگه بخونم، کتاب مستقیما به زبان خودمه، خیلی راحت تر میتونم بفهممش، درکش کنم. بعد مطالب توی کتاب خیلی دوستانه بود، خیلی صلح‌آمیز بود و حس خوبی به من میداد. حالا البته یه سری جاهایش برای من واقعا سوال شده بود و با منطق اون روز من جور در نمی اومد و میگفتم آه ببین اینجا این کتاب مشکل داره، اینجا این خلاف عدالته و خیلی چیزای دیگه، تا اینکه زد و بعد از چند ماه ما یه سری اتفاقاتی برامون افتاد که مجبور شدیم ایران رو ترک بکنیم و بیایم ترکیه. روزای اول توی استانبول بودم، توی حوالی آکسارای، یه خانم و آقای اومدن خیلی خوش رو سلام علیک کردن و یه انجیل کوچیک به من دادن و گفتن که ما مسیحی های مقیم اینجا هستیم و میخوایم از شما دعوت کنیم که به کلیسای ما بیاید و مهمان ما باشید، با ما آشنا بشید، با مسیح آشنا بشید و به عبارت بشارت مسیح رو شروع کردن به ما دادن. من گفتم که خب اوکی، ما میایم مراسمتون که چه روزایی هستین، چه روزایی میتونیم بیایم. اطلاعات بهم دادم و پیش خودم داشتم میگفتم که خب خیلی عالیه، من دقیقا منتظر همین فرصت بودم، حالا میتونم برم توی این کلیسا و بکوبم قشنگ همه رو که اینم یه دین دروغه. چون اون سوالاتی که توی ذهنم بی جواب مونده بود فکر میکردم که ایرادهاییه که تونستم پیدا بکنم. در نهایت اون روزی که صحبت شده بود ما بلند شدیم رفتیم کلیسا و زمانی که رسیدم آیین شروع شده بود و در حال پرستش و عبادت بودن همه. خب محیط قشنگی بود، جو آرامش بخشی بود، حس خوبی بود و من اون رو کامل تونستم اونجا احساس بکنم، ولی از طرفی هم برام مسخره بود اون موقع، اصلا چون با یک تصور دیگه و با یک فکر دیگه رفته بودم اونجا. وایسادم مراسم که تموم شد گفتم که من میخوام با مسئولتون صحبت بکنم، نمیدونستم چی باید بگم دقیقا. گفتش که بفرمایید، سوال داشتین میخواستین با من صحبت کنین، چه کاری از دستم برمیاد، چطور میتونم در خدمتتون باشم؟ گفتم که آقا شما ظاهرا از آخوندا خوشتون نمیاد، از ایرانم که بلند شدین اومدیم بیرون، ولی خب خودتونم که این آخوندا این که. گفت برای چی؟ گفتم بخاطر اینکه شما هم مثل اونا به مردم دارین دروغ میگین. گفتش که من معذرت میخوام، ولی اگر که دروغی گفتم میشه لطفا شما کمکم کنی ببینم چه دروغی گفتم؟ گفتم خب اصلا دینتون دروغه. یه لبخندی زد گفتش که اوکی، میشه لطفا بیشتر توضیح بدی؟ گفتم که خب اصلا توی کتابتون ناعدالتیه ولی شما میگین این دین عدالت و صلح و دوستیه. گفت خب میشه لطفا به من بگی کجای کتابمون بی‌عدالتیه؟ همینجوری صحبت ادامه پیدا کرد. من کتاب مقدس رو آوردم باز کردم، مثلا یادم یه جایی توی انجیل متا هست که میگه که ازدواج با زن مطلقه عین زناست. گفتم اینها ببین اینجا این بی‌عدالتیه، خب حالا یه خانومی اگر که شوهرش بد بوده ازش جدا شده چه گناهی کرده که دیگه نباید ازدواج کنه؟ یه لبخندی زد گفتش که میشه خواهش کنم چند خط بالاترش رو بخونی؟ و این آقا هیچ توضیحی راجع به این برای من نداد، فقط ازم خواست که چند خط بالاتر رو بخونم. سوالات دیگه‌ای که داشتم هم همینطور، ایرادای دیگه‌ای هم که وارد می‌کردم همینطور، چند خط بالاتر، چند خط پایین‌تر، یه صفحه قبل، یه صفحه بعد، و همه جواب‌های من تو خود همون کتاب بود، فقط کافی بود من یک کمی با دقت بیشتر بخونم. و همین که سیستم جواب دادن ایشون مثل سیستم جواب دادن آخوندی نبود باعث شد که من ترغیب بشم که یه چند بار دیگه ای کلیسا برم. تو این چند بار دیگه کلیسا رفتنم هی ذره ذره با مسیح، با به قولی لطف مسیح، با هدیه‌ای که مسیح با خون خودش بهمون داد آشنا شدم و درکش کردم و اصلا اون آرامشی که در کلیسا داشتم، اون حس خوبی که موقع پرستش بهم دست میداد، همه اینا باعث شد که
من احساس بکنم که میخوام بیشتر و بیشتر و بیشتر بدونم. هر چقدر که بیشتر رفتم جلو بیشتر ترغیب شدم و خب یه سری معجزاتی رو هم از نزدیک دیدم، مثلا کسانی که بیماری هایی داشتن که هنوز که هنوزه در علم پزشکی براشون درمان کاملی وجود نداره، ولی خب با دعا توی کلیسا شفا پیدا کردم. و من با توجه به اینکه خودم هم به قولی سالها توی بیمارستان کار کردم و تحصیلاتم در زمینه پزشکی بوده، خب برای منطقی نبود یه نفر بیاد بگه که مثلا من ام اس داشتم الان خوب شدم، به تنهایی اون موقع برای من کافی نبود. و یه خانومی توی کلیسا بود که تمام مدارک پزشکیشو با خودش آورده بود کلیسا و گفتش که آره من اومدم چون اینجا من شفا پیدا کردم، من ام اس داشتم، اینم مدارک پزشکیمه و هفته قبل اومدم کلیسا، خواستم برام دعا کنن و این هفته رفتم آزمایش دادم، تمام آزمایش‌های من خوبه و دکترم تعجب کرده. من شروع کردم اون مدارک پزشکی اون خانم رو بررسی کردن، نگاه کردم و دیدم واقعا همینطوره. یعنی هی سعی کردم، نمیتونستم باور کنم، هی داشتم سعی میکردم یه چیزی پیدا بکنم که بگم اینا تقلبیه، ولی نبود، همش واقعی بود. این شد که در نهایت تصمیم گرفتم واقعا قلبم رو به مسیح بدم، زانو زدم، توبه کردم و پذیرفتم مسیح رو و قلبم رو در اختیار مسیح گذاشتم و گفتم خب حالا من در رو باز میکنم، چون یه جایی مسیح میگه که پشت در قلبت وایسادم و به در میکوبم، اگر که در رو باز کنی میام داخل و همه چیز رو متحول میکنم، ولی اگر خودمون در رو باز نکنیم هیچ وقت مسیح به زور وارد قلبهای ما نمیشه. من در قلبم رو باز کردم، گفتم اوکی من در قلبم بازه، حالا تو وارد شو و تحول رو ایجاد کن و به من اجازه بده که این تحول رو احساس کنم، این تحول رو ببینم. ذره ذره شروع کردم مطالعه کردن، خوندن کتاب مقدس، این دفعه با یک دید کاملتر بدون یک پیش‌داوری و قضاوت غلط و با چشم باز واقع‌گرایانه شروع کردم کتاب مقدس رو خوندن و ذره ذره که پیش رفتم احساس کردم که واقعا این چیزی بود که من سالهای سال دنبالش میگشتم و الان تونستم پیداش کنم و تحولی توی زندگی من ایجاد شد با ایمانم به مسیح که واقعا با هیچ پولی، با هیچ امکانی فکر میکنم که قابل دسترس نباشه. من آدمی بودم که بسیار پرخاشگر بودم و بعد از ایمانم به مسیح اصلا تبدیل شدم به یک آدم آروم، آدمی بودم که هیچ کس نمیتونست با من یکی به دو بکنه. حالا میشنوم اون چیزی که داره میگه، کاری که قبلا نمیکردم، اصلا کاری که نمیتونستم بکنم، یعنی از لحاظ شخصیتی درم نبود که وایسم یه نفر حرف بزنه من بشنوم. و خیلی چیزهای دیگه، خیلی برکت هایی که وارد زندگیم شد، دوستی هایی که وارد زندگیم شد و این دوستی ها رو من مطمئنم که واقعا بدون مسیحیت و بدون اون تعریفی که در مسیحیت وجود داشته و داره نمیتونستم داشته باشم. و اینو یاد گرفتم که من نباید از خدا بترسم، خدا محبت، خدا فقط مهربونی، خدا من رو دوست داره، چه من خوب باشم چه بد. درسته اگه بد باشم از کارهای من ناراحت میشه، اگه خوب باشم از کارهای من خوشحال میشه، ولی در هر حال منو دوست داره و وقتی که منو دوست داره حتی وقتی یه اشتباهی هم میکنم میتونم بشینم بهش بگم من اشتباه کردم، منو ببخش و اون میبخشه. و اینا همه چیزایی بود که برای من واقعا قشنگ بوده و هست و خواهد بود و امیدوارم که یه روزی همه اون کسایی که دنبال این آرامش هستن بتونن با مسیح آشنا بشن و قلبشون رو باز بکنن و مسیح این آرامش عظیم و این آزادی زیبا و قشنگ رو بهشون هدیه بده. و خوشحالم که اون روز من توی اون کلیسا حضور داشتم و ذره ذره قلب من لمس شد و الان مسیح در قلب من زندگی